بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لست أخاف على أمتي جوعا يقتلهم ولا عدوا يستأصلهم، ولكن أخاف على أمتي أئمة مضلين، إن أطاعوهم فتنوهم وإن أسوهم قتلوهم. بحث راجع به دجال در جلسه قبل بود، عرض شد یکی از فتنه ها فتنه دجال در حدیث رسول خدا. معنای دجال رو عرض کردیم به معنای کذاب و یا کسی که ظاهر او با باطن او دوگونه است و ظاهر او غیر از باطن اوست. و عرض شد که پیامبر خدا فرمودند که ترس من بر شما امت بیشتر از دجال است. گفتن یا رسول الله اون غیر دجال چیه؟ فرمود الائمه المضلون، رهبرانی که شما رو گمراه میکنن. در این حدیث که من مسترشم عرض کنم، طبرانی در معجم نقل کرده، طبرانی از محدثین بزرگ عام است، متولد 210 و متوفای 310. معجم کبیر دارد و معجم وسیط دارد و معجم صغیر دارد. این حدیث در معجم کبیر طبرانی است. حدیث این هست: وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود من بر امتم از دو چیز بیم ندارم، نمی هراسم. یکی گرسنگی است. به هر حال خداوند متعال روزی هر کسی رو مقرر کرده. البته گاهی در زندگی اتفاق می افته، آزمایش و اختبار الهی هست که حالا یا این آزمایش برای این است که بندگان اقبال به خدا بکنن، اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، یا در اون آیه شریفه هست ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. گاهی گرسنگی نتیجه آزمون الهی، الا خداوند رزاق و روزی رسان. موجودات بیشماری که ما عدد اونها رو نمیدانیم، هر مقدارم عد کنیم و بشماریم نمیتوانیم عدد اونها رو احصا کنیم و به شمارش در آوریم، همه اونها رزق میخورن. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، خداوند روزی رسان. لذا فرمودن که من بر امتم از جوع یعنی از گرسنگی نمی ترسم.
که قتل اونها به سبب گرسنگی باشه. حالا فرزن هم باشه مشکلی نیست. به هر حال انسان بایستی بره از این دنیا. برخی از افراد ممکنه در اثر گرسنگی هم از دنیا بره. الان هم در جهان افراد زیادی هستند که گرسنه هستند. این تفاوت طبقاتی که الان در جامعه بشر حکم فرماست، عده‌ای رنج میبرن، عده‌ای غذای لازم بهشون نمیرسه، اونطور که سازمان ملل نقل میکنن از اون سازمان که یه عده‌ای واقعا تو دنیا گرسنه هستن. این گرسنگی نتیجه طغیان بشره. الله خداوند متعال برای همه انسان‌ها وسیله تغذیه رو فراهم کرده و همه چیز رو گذاشته. مباهاتی رو خداوند متعال در دنیا گذاشته که نیاز لازم بشر است که بدون اون نمیتونه زندگی بکنه، مثل آب، مثل اکسیژن و هوا. اینها رو خداوند گذاشته و میتواند بشر نان خودش رو در بیاره، لیکن یه عده طغیانگران نمیگذاره. و گاهی قحطی‌هایی هم که در گذشته در همین کشور اتفاق افتاده، انسان وقتی تاریخ گذشته رو مطالعه میکنه میبینه دست بشر درش نقش داشته. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا. این فساد نتیجه کارهای خود انسان‌ها هست. لذا پیغمبر خدا فرمود ما اخاف علی امتی جوعا یقتلهم ولا عدوا یستأصلهم. این جمله دوم هم قابل دقت و بایستی توجه کرد. این در حقیقت یه بشارتی است. پیامبر فرمودن من بر امتم از دشمنی که مسلمان‌ها رو از بین ببرد بر اون خائف و بیمناک نیست. یعنی اسلام باقی میمونه. ممکنه فراز و نشیب‌هایی باشه، اما اسلام مندگاره. دین پیامبر لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. دین مندگاره تا اینکه انشاءالله به صاحب اصلی وجود مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا به دست او برسد، که اون بزرگوار حکومت جهانی و فراگیر تشکیل دهد، ریشه ظلم رو از بن برکند و عدالت رو در همه دنیا حاکم کند. این شعار وجود مقدس حضرت ولی عصر و این خبر رو پیامبر و دیگر معصومین علیهم صلوات الله دادن که اون بزرگوار میاد یملا الله الارض عدلا و قسطا، جهان رو پر از عدل و قسط میکند بعد از آنی که پر از ظلم و جور شده باشه. بنابراین این که دشمنی بتواند مسلمان ها رو به طور کلی از میان بردارد، این رو هم پیامبر فرمودن من بر این هم نگران نیستم. پس بر چی پیامبر نگرانه؟ فرمودن که ولکن اخافو من بعدی، من میترسم بر امتم بعد از خودم علالعمت المظلین، بر پیشوایانی که اینها گمراه کننده است. بعد دو تا خصوصیت و دو تا ویژگی برای این پیشوایان گمراه پیامبر ذکر کرده و مردم در یک محضور عجیبی واقع میشن. فرمود که پیامبر این پیشوایان گمراه کننده ان اطاعوهم فتنوهم، اگر مردم از اینها اطاعت کنن اینا مردم رو فریب میدن، اینا مردم رو گمراه میکنن. دنبال رفتن اونها، از اونها پیروی کردن یعنی سقوط، یعنی مسیر شیطان رو ادامه دادن. اگر اونها رو اطاعت کنن، فرمان برداری کنن،
اونها رو فتنوهم، اونها رو میفریبن، اونها رو گرفتار میکنن و منحرف. و این عصوهم قتلوهم، اگر نافرمانی این پیشوایان مزل رو و گمراه کننده رو مردم بکنن، اینا رو میکشن. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این کلام رسول خدا بعد از پیامبر مصداق پیدا کرد. چقدر خوبه ما در تاریخ مراجعه کنیم، تاریخ رو ببینیم، ببینیم واقعا همین طور بوده. چقدر بنی امیه مردم رو گول زدن و یه عده‌ای رو همراه خودشون کرد، و کسانی که از اونها تبعیت نکردن و همراهی نکردن، اونها رو به قتل رسوندن. حتی کسانی که از نظر قرابت و خیشاوندی به اونها نزدیک بودن، اما کسانی بودن که میدونستن اینها مزلن، میدونستن اینها عیادی شیطانن، اینها دنبال مقامند، دنبال قدرتند، دنبال دنیا هستند، نه دنبال هدایت مردم. من اشاره کنم به یک نمونه ای از تاریخ، ولو عرض کردم فراوان ما مصادیق رو اگر بخوایم اینها رو ذکر کنیم و برشمریم، واقعا زیاد. تاریخ هم برای عبرت. خداوند متعال در قرآن مجید گاهی تاریخ بیان میکنه، بعد میفرماد لقد کان فی قصصهم عبرتون، در قصه گذشتگان عبرت، انسان باید عبرت بگیره. وقتی صحبت از قدرت و سلطه بر مردم و حکومت میشود، انسان گاهی نزدیکترین افرادش رو نمیتونه تحمل بکنه و نزدیکترین افرادش رو سعی میکنه از صحنه خارج بکنه، یا با مال اونها رو تطمیع بکنه، یا اگر نتوانست اونها رو با مال تطمیع بکنه، اونها رو از میان بردارن یا به زندان بیندازن یا اینکه اونها رو به قتل برسونن. و این کار رو فراوان بنی امیه انجام داده. من در یک کلمه میخوام عرض بکنم، یکی از نمونه‌های بارز پیشوایان گمراه کننده‌ای که در احادیث نبوی آمده، بنی امیه هست. نه به عنوان یک کسی که میخواد تو این زمینه اجتهاد بکند و نظر خودش رو بیان بکنه. برخی از صحابه رسول خدا به این حقیقت اعتراف کردن و تصریح کردن به اینکه یکی از مصادیق بارز این پیشوایان گمراه کننده بنی امیه است. من ابتدا از آقا امیرالمؤمنین یکی دو تا عبارت رو از نهج البلاغه عرض کنم. فرمود، این عبارت رو در گذشته ما خوندیم، برای یادآوری عرض میکنم، فرمودن اتقوا فتنة بنی امیه فانها فتنة عمیاء مظلمه. از فتنه بنی امیه بپرهیزید، این یک فتنه کوریست، یک فتنه تاریکیست. این یک بیان. یک بیان دیگری آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دارن راجع بنی امیه، میفرماین ولا يبقى بيت مدر ولا وبر الا دخله ظلمهم ونبابه سوء رأيهم. جایی نبود که ستم بنی امیه به اونجا نرسیده باشه، خانه‌ای نبود از خانه‌های مؤمنین که ظلم بنی امیه اونجا رو فرا نگرفته باشه. این عبارت از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. تعبیرات دیگری هم هست، من عرض خواهم کرد در خلال عرایزم. اما بشنوید از یکی از نزدیکان معاویه، یک شخصی است
به نام محمد ابن ابی حذیفه. گاهی از یک خاندان پلید و شجره خبیثه که آیه شریفه قرآن مجید در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید شجره ملعونه که تفسیر شده به بنی امیه، این شجره ملعونه. و همطور این آیه مبارکه الم تر الی الذین، نمی‌بینی کسانی که اینها به اصطلاح بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. این آیات تفسیر شده به بنی امیه. اینا که بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، جماعت خودشون رو به دارالبوار یعنی دارالهلاک اونجا فرود آوردن. اون دارالبوار دارالهلاک جهنم قرآن مجید می‌فرماید. یکی از اونها این شخص آقای محمد ابن ابی حذیفه، ابو حذیفه دایی معاویه است، پسر عتبه ابن ربیعه است. عتبه از کسانی است که در جنگ بدر در همین ماه مبارک رمضان سال دوم هجرت از بزرگان کفار بدر بود که کشته شد. هم او کشته شد، هم برادر شیبه کشته شد. ایشون یک پسری داره به نام ابو حذیفه. ابو حذیفه یک پسری داره به نام محمد، محمد ابن ابی حذیفه. ایشون به خاطر اون درایت و دقت و این که تو زندگی واقعا عقل رو مشعل راه قرار داده بود، عقل گرا بود، خرد گرا بود، دین گرا بود، خوب میشناخت پسر عمه خودش رو، معاویه رو. عرض کردم ایشون پسر داییه، معاویه است و معاویه پسر عمه اوست. محمد ابن ابی حذیفه یکی از نزدیکان امیرالمومنین سلام الله علیه و از علاقمندان عجیب به حضرت. مستحضرین، انسان تو زندگی باید یه ایمان قویی داشته باشه که ثروت او رو نلغزونه، مقام او رو نلغزونه، غریزه او رو نلغزونه، شهوت مال، جاه، اینها انسان رو از مسیر جدا نکنه. افرادی که عقلگرا هستن، افرادی که دین رو یافتن، اینکه قرآن مجید می‌فرماید در سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید بل هو آیات بینات، یا بل هی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این کتاب آیات بیناتی است، یه نشانه‌های روشنی است در دلهای اون کسانی که اهل علمن، اهل فهمن، اهل تعقلن، اهل خردن. اینا آیات بینات. خب این آیات بینات رو اون کسانی که خردگرا هستن، عقلگرا هستن، بر اساس گرایش به عقل دینگرا هستن، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل است که انسان رو بنده خدا میکنه، عقل است که انسان رو بهشتی میکنه. این محمد ابن ابی حذیفه یکی از اونهاست. چون انسانی است، دین دوست، خدا پرست، علاقمنده به دین و افراد شایسته رو یافته، امیرالمؤمنین رو یافته،
حاضر نیست تعامل بکنه امیرالمومنین رو با دیگران، حاضر نیست معامله بکنه مثل بعضی از افراد برای رسیدن به قدرت چند روزه حکومت مصر. اینی که عرض میکنه امیرالمومنین تو نهج البلاغه تصریح میکنه، میفرماد امرؤاس حاضر نشد موافقت بکنه با معاویه مگر اینکه گفت مادام الحیات من حکومت مصر رو داشته باشه. اما در جلسه گذشته اشاره کردیم این شعر رو از امرؤاس خوندیم، میگفت اما علی فدین لا یشارکه دنیا و هم دنیا و سلطان. میگفت علی ابن ابی طالب دینه، در او ابدا حب دنیا حب مقام در امیرالمومنین نیست. اما اینها بنی امیه اگر به سمت اینها بری هم دنیاست و هم حکومت. و اخترت من طمعی دنیا علا بصر و لیس لی بالذی اختار برهان. من چون طمع دارم دنیا رو انتخاب کردم، بصیرت هم دارم، علی رو خوب میشناسم، معاویه رو خوب میشناسم. اما واخترت من طمعی دنیا علی بصر و لیس لی بالذی اختار برهان، هیچ دلیلم من ندارم به اون چیزی که اختیار کردم، اما طمع دارم. این طمع است که در روایات انسان رو میبره به سمت کفر، انسان رو میبره به سمت هلاک، انسان رو ساقط میکنه طمع. در هر حال این محمد ابن ابی حذیفه به دستور معاویه به جرم این که امیرالمومنین رو دوست داره، امیرالمومنین رو امام خودش میدونه، جاش تو سیاه چالهای زندانه. به این جور قرآن مجید جرم بعضی از افراد رو همین دینداریشون میدونه و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. گاهی بی جرمی جرمه از نظر یک عده، بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. جرم حضرت یوسف این بود که پاک دامن بود، جرم حضرت یوسف سلام الله علیه این بود که من عبادنا المخلصین بود، این جرم حضرت یوسف سلام الله علیه بود. حالا جرم محمد ابن ابی حذیفه هم این است که مولای او امیرالمؤمنینه، از پیغمبر خدا شنیده که من کنت مولا فهذا علی مولا. یه مدت زیادی تو زندان با شکنجه معاویه او رو نگه داشت، بعد گفت دیگه حالا این پسر دایی ماست، بلکه با خواسته ما موافقت بکنه، بفرستید از زندان بیاد و من محک بزنم او رو ببینم اگر این مدتی که در زندان مونده اصلاح شده، یه پستی بهش بدیم، یه جایی بفرستیمش. به هر حال اینها بنی امیه سعی میکردن مهره های خودشون رو، جاهایی که کلیدی بود تأثیر داشت، مهرهای خودشون رو بگذارن. ببینه اگر بعد از این مدتی که تو زندان مونده رام شده، از اون رأی و عقیده به امیرالمؤمنین برگشته، یه پستی بهش واگذار کنه. فرستادن از زندان آوردنش، آوردنش تو زنجیر بود، یعنی تنها زندان نبود، بسته بودن رو تو زنجیر آوردنش. معاویه شروع کرد حرفایی رو زدن که یک کاری بکنه از نظر محمد ابن ابی حذیفه امیرالمومنین سلام الله علیه یه چهره به اصطلاح العیاذ بالله نامطلوب جلوه داده بشه. گفت پسر دایی تو میدانی علی ابن ابی طالب عثمان رو به قتل رسوند، چیکار کرد، چرا اینقدر از او حمایت میکنی؟ چرا اینقدر از اون دفاع میکنی؟ بیا دست بردار، بس دیگه این همه تو زندان حبس و تنهایی و
شکنجه رو تحمل کرده، بیا دست بردار از این عقاید، من حکومت یکی از مناطق رو در اختیار تو بگذارم، برو این چند روزه دنیا رو عیش کن. یه عده ای خب این فکرشونه، میگن بگذار این چند روزه دنیا که زنده هستیم خوش باشیم. خب خوش باشیم که آخر کشه این خوشی و لذات دنیا، قل متاع الدنیا قلیل، تا انسان چشم هم میگذاره این لذت ها رفته. لذات جهان چشیده باشی همه عمر، خوابی باشد که دیده باشی همه عمر. اونایی که عاقلن میدونن نباید دل بست به یه جایی که مندگار نیست، انسان درش ساکن نمیمونه و مستقر. علا ایال خوب که حرفاشو زد محمد بن ابی حذیفه، نوبت به صحبتش رسید که حالا میخواد ببینه این عکس العملش چیه. گفت معاویه تو نمیخواد این حرفا رو بزنی، من تو رو بهتر از همه میشناسم، تو فامیل ما هست. انک فی الجاهلیت و فی الاسلام علا خلق واحد، تو اون زمانی که کافر بودی با امروز که ادعای اسلام میکنی هیچ تفاوتی نکرد، تو همون معاویه دیروز هستی. من چطور بیام نسبت به تو که هیچ تفاوتی نکردی، نه در عقیده، نه در اخلاق، نه در عمل، من از تو تبعیت بکنم؟ یه جمله ای بعد گفت خیلی زیباست، گفت انی احب علیا لله و لرسوله و ابغضک لله و لرسوله. من امیرالمومنین رو به خاطر خدا و پیغمبر دوستش دارم، دشمنی منم نسبت به تو به خاطر خدا و پیغمبر. اینو نمیشه عوضش کرد، چون اساسا دین همینه، حل دین الا الحب و البغض، اساس دین همین حب و بغضه. ایشون رو خب اطاعت نکرد، پیغمبر خدا هم فرمود ان اصابهم قتلوهم، اگر نافرمانی بکنن این پیشوایان گمراه کننده رو میکشن اینها رو. محمد ابن ابی حذیفه رو برگردندن تو زندان، نگهش داشتن یا زهرش دادن یا به هر حال او رو از بین بردن و کشتن. انسان بایستی چشمش باز کنه، در این چند روزه دنیا به بیراه نرود، در مسیر حرکت کند و خداوندم کمک میکنه. خدای متعال دوست داره، کسی که خدا رو دوست داشته باشه خدای متعال دوستش داره، کسی که خاندان پیغمبر رو دوست داشته باشه خداوند متعال او رو دوست داره. قرآن مجید میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، از پیامبر اطاعت کنید خدا شما رو دوست داره. اگر خدا رو دوست دارید از پیامبر تبعیت کنید خدا شما رو دوست داره. عرض من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب دست توسل به ذیل عنایت عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها بزنید. زینب دل سوخته ای که هم مادر شهیده، هم خواهر شهیده، هم عمه شهیده، هم نیمی از بار سنگین نهضت امام حسین سلام الله علیه رو دوش اوست، این عقیله بنی هاشم، این بزرگواری که با مشت محکم تو دهان طغیانگران زمان زد، کیست این دختر که مانند پدر گوید سخن، میگذارد بر زمین مانند مادر گام را، سرچو از محمل برون آورد و خواندان خطبه را، کوفه را لرزان برهم زد اساس شام را.
یه مرتبه کنار دروازه کوفه نگاه کرد، همینطوری که با مردم صحبت میکرد دید سر بریده برادر بالای نیزه است. مردم دارن اشاره میکنن به یه طرفی. یا هلالا لما استتم کمالا قاله خسفه فابدا غروبا. ما توهمت یا شقیق فادی کان هذا مقدرا مکتوبا. حسن جان شهادت تو میدانستم، اسارت خودم هم میدانستم، اما دیگه باورم نمی آمد سر بریده تو بالای نی ببین. جلوه گری به روی نی سرت چو ماه می کند غروبت ای هلال من عمر تباه می کند. درون محمل مرا ز روی نی نگاه کن، ببین چگونه دخترت تو را نگاه می کند. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها فقد کاد قلبها ان یذوبا. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. در این لیالی با فضیلت ماه مبارک رمضان خدا را خدایا ما را از فیوزات بی بهره مگرد، ما را از جمله آزاد شدگان از آتش قرار بده. خدایا این بیماری که امروز سراسر جهان رو فرا گرفته است، به حق عزیزانت و مقربان درگاهت این ویروس رو از همه نفوس خصوصا شیعیان امیرالمؤمنین برطرف بفرما. بیماران این بیماری رو خدایا شفا عنایت کن. اموات و درگذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، شهدا، امام، مراجع گذشته، همه رو غریق رحمت بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک کن، قلب اون بزرگوار رو از ما راضی نگهدار. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.